اصلا ما کاری نداشتیم، ما فقط خواستیم بچه هامونو برگردونیم که خواسته بچه هامونم بود. چهره خیلی خسته، عرض کنم خدمتتون، بسیار افسرده، مشخص بود که درونش نمیخواد باشد اینجا، ولی به یه صورتهای محافظ براشون قرار داده بودن، نمیتونست حرفشو بزنه، حتی میتونم بگم شستشوی مغزیشون داده بودن. برادر من اون برادر 18 سال پیش نبود. من از قلب برادرم اطلاع داشتم، از رؤوفتش، از مهربونیش. زمانی که گفتم پدرم منتظرته، تخت بیمارستان خوابیده، و پدرم آخرین حرفش این بود که رو تخت بیمارستان گفت که من دارم میمیرم ولی فرهادم رو ندیدم، ولی متاسفانه اینم که بهش گفتم هیچ گونه اثری روش نذاشت. ما تصمیم گرفتیم برای دیدار فرزندان ما یا از سازمان‌های بین‌المللی کمک بخوایم فرزندان ما رو آزاد کنیم. ما این تصمیم گرفتیم، به کربلا اومدیم، به شهر بغداد اومدیم. بعد از 48 ساعت قبل ما یه تظاهراتی داشتیم در یون، اونجا به ما تعهد دادن، قول دادن، کار مساعدت با ما کردن که ما منافقی را ببینیم. رفتیم در مقرشون، با توجه به اینکه بعدی از آقای سرکرده های منافقین ما صحبت هایی داشتیم، اینا گفتن که ما 3 روز اطلاع داریم که شما اومدیم، میخوام بیایم پیش ما. ولی با بدترین رفتار انسانی، با بدترین رفتار انسانی که فوش، فحاشی، مشتلقت، دست به آمریکایی بردن، با 4 تانک ماشین ما را محاصره کردن، همه ما را دستبند زدن. واقعی خانواده بودن که 20 سال، 18 سال، 15 سال خبر ندارن هم بچه هاشون. ببین اینا با خانواده ایزن سیاسی باشن، اصلا هیچ علاقه ای هم به سیاست ندارن، فقط اومدن اطلاع پیدا کنن. چرا 18 سال بچه هاشون حتی نتونستن یه نامه، یه تلفن بزنن؟ ولی رفتیم اونجا، برخوردی که اونا با ما کردن، من و آقای محبی رو با هم دستبند زدن، نذاشتن تحویل نیروهای آمریکایی دادن. ما همش 2 ساعت پیش بچه‌مون بودیم، 2 ساعت هم با 2 تا محافظ الکی هم ما رو این ور اون ور می‌بردن، 4 ساعت در خود سالون منتظر بچه‌مون بودیم. خب این دیدار بچه‌مون میاد نمیاد، الان میاد، هی دوستاش الکی نمیادن، میگفتن ما رو سر کار گذاشته بودن، ما رو تنها نذاشتن. 3-4 نفر محافظ گذاشته بودن که به هر صورتی من می‌خواستم جدا بشم، برادرم رو جدا کنم از اونا، باز دوباره به یه صورتهایی می اومدن ما را تعقیب می کردن. حتی به صورتهای مختلف از همون مجاهدین می اومدن به عنوان روبوسی، به صورتهای حال و احوال، احوال پرسی، نمیدونم شما برادرشی، شما نمیدونم چقدر شکل همید، وقتمون را به این صورت وقت می گرفتن. ما می خواستیم بچه با بچه ما ثابت کنیم، 2 نفر اون بر بودن، 2 نفر این بر. من بچه ایمان اول خیلی قشنگ صحبت کردم، این دلداری دادم که این نگرانی نباشه از من. بعد وقتی که از اینجا بلند شدیم آب خوردن یه فلان، گفتم من نمیخورم آب خوردن، تو اول بیا بریم اون طرف قدم بزنیم، من گرمه. علیکی گفتم 4 تا صندلی اونجا بود، بیرون رفتیم با خانوم رو برداشتم، دیدم 2 تا دیگرم اومدم اون ور نشستم، 2 تا این ور. اسمشون چیه پسر؟ پسر من محمد جواد نوروزی، بنده محمد نوری نوروزی هم. چند وقت ندیدیش؟ 16 سال. اینا نیذاشتن ما صحبت بکنیم که بچه ما حاضر بکنیم. گفت مطمئن باش، به مادرم بگو برمیگردم، اونم با ماشین برمیگردم. گفتم چطوری؟ چطوری؟ گفت اگه اینجا بگم بریدم 3 سال زندانم میکنن، بدبختر میشم. گفتم پس یه طریقی فرار کن. گفت اگه تونستم مطمئن باش فرار میکنم، منتظرم باش که فرار میکنم. 17 سال چشم برا هستم، بچه من باید بیاد. با کارت صلیب دارم، رفتم یو این نشون دادم به اون آقای، گفتم این کارت صلیب منه، بچه منه از اردوگاه دزدیدی، بچه باید وقتی که اسارت تموم میشه مرخص میخوام بکنه باید تصمیم بگه، نه وسط وسط 1 سال تو اردوگاه هست اینو بدوزین ببرین، اینجوری نیست. صلیب باید ما حمایت بکنه، صلیب از وسط اردوگاه بچه رو بردارو ببره وقتی که تبادل نشده، تبادل نشده نباید بچه رو ببره. کارت منه گرفت، گفت کارت میدی به من UN؟ گفت کارت میدی به من؟ گفتم نه. کارت اومد نگاه کرد، کارت خون اینجا هم دادم آمریکایی، کارت خون. گفتم بچه من اسیر بود، اسیر. بچه خیلی اسیر جنگی تو زندان منافق چیکار میکنه؟ شما رو با خودم یه فکری به حال ما بکنه. بچه های ما بگه اخی زندگی نداشتن، چرا دربند اینا هست؟ سران اینا دارن در کشورهای خارج کف میکنن، زنهای با
انشالله به زودی من میام. فهمیدم که حرف دلش اینه که به زودی از اینا جدا بشه و به زور محکم اینه نگه داشت. آقا من رفتم داخل با خانومم برای بچم ساعت 5:30 با شهود همه آقایون. ساعت 5:30 از منافقین بچه من آوردن با 5 تا همراه. گفتم شما که میگید مجاهدیم، شما که میگید خلقیم، آزادی آزادی، چرا نمیذارید با بچم حرف بزنم؟ بچم گریه کرد گفت من بابا اومدم تو ترکیه با 10 میلیون تومان پول سر مرز، اومدن جلوام حریفم نشدن، تو هتل پاسم آورد، اینا هم 11 ماه پیش دزدیدن، با 5 میلیون ازم گرفتن، گفتن میبریمت آلمان. از اونجا من سوار کردن آوردن تو منافقین، اونجا هم کل گذاشتن بیخ گوشم، گفت که یالا تلفن بزن به پدرت بگو رو مرز آلمانم. بچه هره میخواست بیاره، حتی اومدن گفتم بلنش آقای خانم های اومدن گفت بیان جوونو کمک کنین، این جوونو بیارین، جوونو داشت میومد نذاشتن، از دستش گرفتم بردن. آخه پرده من الان با ما اومد برگشتش، بیچاره کردم بیچاره، اصلا میگم من داشت میگم من میام، لباسم پوچیده بود، الان میگم نمیدونم چه بلایی سر بچم بیارم، از کرمانشاه اومده بود. بچم گرفتن و بردن، من از جون بچم میترسم. این منافقین آقا، منافقین میگه سوزن میزنن، سوز آمپول دارن میزنن، از بین میبرن، زنده به گور میکنن، تو زیر زمین دارن. ما خواهشتی که از بین عملر داریم، سبیل سوخ داریم، بچه ها ما میخوان بیان، ما بچه همونو میخوان. اگه بچه ما یه طوری بشه ما دامنه کیه بگیریم؟ 2 سال خدمت چه کرده؟ خلاص کرده، ورقه تو دسته، فرمونده ضد انقلاب بوده، 700 سرباز خدمت کرده رو برد، گفت بیا ابو قره ورقه بگیرید، بچه مار داد دست دشمن. چند سالم زندان بود، 4 سالم زندان عراق بوده، کربلا بوده، از اونجا بچه مار اومدن بردن اونجا، اونجا هم بردن، ما چند سال اطلاع نداشتیم، هی رفته ایم اومده ایم، برادرش رفته رفته ایم اومده ایم، تا حال اطلاع پیدا کردیم. حالا هم که اطلاع پیدا کرده ایم، اون دفعه یه همچی خرج کرده ایمون، ما شرستان میشینیم 300,000 تومان شوخی که نیم داده ایم اومده ایم، یه ساعت ما بچه‌مونو ببینیم. اونجوری باید به ما رفتار کنن، ما بچه‌مونو ما خواهیم، ما خواهش دیگه داریم، از سبل سرخ بین الملل هر کاری به زودی زود دستشون میاد بر ما بکنن، بچه‌ها ما نمیخوان اینجا وایستن، بچه‌هامونو میخوایم. ما همچنان داریم میریم، من 17 سال بچه‌مو ندیده بودم، حالا یه ساعت میبینم. 17 سال کارت صلیب دارم، رفتم UN نشون دادم به اون آقای، گفتم این کارت صلیب منه، بچه من از اردوگاه دزدیدی. آخه از زیر جنگی تو زندان منافق چیکار میکنی؟ به روح پدرم که حتی بهش نگفتم که پدرتم فوت کرده، اصلا هیچ کدام از بچه های ما که بخوان اینجا بمونن اصلا همچه چیزی نیست. ولی به من یه چیز گفت، گفت مطمئن باش به مادرم بگو برمیگردم، اونم با ماشین برمیگردم. گفتم چطوری؟ چطوری؟ گفت اگه اینجا بگم بریدم 3 سال زندانم میکنن، بدبخت‌تر میشم. گفتم پس یه طریقی فرار کن. گفت اگه تونستم مطمئن باش فرار.